مارشال دوستم و پسرش از یک سوی قصد جان به سلامت برد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی برس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. و نقل از صفحه رسمی گزارشنامه افغانستان، مارشال دوستم و پسرش از یک سوی قصد جان به سلامت برد. گزارشنامه افغانستان به نقل از منابع معتبر محلی و اطلاع دست یافته است که 3 هفته قبل در شبرغان مارشال عبدالرشید دوستم و پسرش یار محمد دوستم و گونه راز آمیز مسموم شده و سلامتیشان در خطر قرار گرفته بود. یاران و مقربان مارشال دوستم ترتیبات دادند که وی عاجل به بهانه اشتراک در یک کنفرانس به ترکیه اعزام شده و تحت تداوی و مراقبت قرار گیرد. پسرش یار محمد دوستم که بازوی جنگی وی در محل به شمار می رود در کابل تحت درمان قرار گرفت و 2 روز قبل به جوزجان برگشته است. مارشال دوستم نیز سلامتی خیش را بازیافته است و به زودی به افغانستان برمی گردد. تا هنوز از هویت حاملان این سوی قصد رونمایی نشده است. در عین حال و نقل از صفحه رسمی نصیر ندیم، هشدار عمران خان: صلح را قبول می کنید یا جنگ را بیاندازیم؟ عمران خان نخست وزیر پاکستان در یکی از خبرگزاری های خارجی نگاشته است: اگر دولت افغانستان با طالبان از رای گفتگوهای سیاسی به نتیجه نرسد، در این کشور جنگ داخلی شکل خواهد گرفت. این نوشته در مورد افغانستان به نحو هشدار حساب می شود. نخست وزیر این کشور می خواهد با زبان دیگری بگوید که اگر افغانستان صلحی را که پاکستان در این کشور مهندسی می کند و یا می خواهد نپذیرد، افغانستان را در تنور جنگ داخلی غرق خواهد کرد. چالش هایی که فراروی صلح افغانستان وجود دارد خارج از دایره شمارش است. بزرگترین چالشی که فراروی این فراینده در گذشته قرار داشت همسایه شرقی این کشور بود که جنگ افغانستان را به گونه نیابتی مدیریت می کرد. ولی اکنون تغییراتی که در اقلیم هژمونی که جهانی پیش آمده، استراتژی پاکستان در قبال افغانستان را متفاوت تر از پیش کرد و رخدادهای را به گونه دیگری رقم خواهد زد. پاکستان پس از آنکه داوود خان با کودتا به قدرت رسید و داعیه دیورند خواهی و پشتونستان بزرگ را پیش کرد، متوجه آن شد که این داعیه پاکستان را با خطر مواجه می کند و این گونه بود که این کشور کمر جنگ نیابتی برای حفظ دیورن و منافع خود در افغانستان را بست. از آن زمان تا اکنون پاکستان به گونه نیابتی و حضوری در جنگ افغانستان دخیل است. این کشور با جنگ نیابتی در افغانستان آرامش مرزها و کشور خود را حفظ کرده است، چرا که ظرفیت پشتونها و تضاد طبقاتی میان پنجابی ها و پشتون ها در این کشور امکان جنگ داخلی را فراهم می تواند. اما پاکستانی ها همواره در افغانستان با داعیه جهاد از احساسات مذهبی پشتون های آن طرف و این طرف مرز استفاده کرده اند. استراتژی پاکستان جنگ را بایدی در افغانستان می خواهد
این گنش پاکستانی از یک سو می تواند دیورند را برای پاکستان حفظ کند و از سوی دیگر تصاد طبقاتی پاکستان را پنهان و ظرفیت خشن پشتونها با این امکان را در افغانستان تخلیه کند. به اقبالی افغانستان پیوسته در آن بوده که دوباره در افغانستان نیروهای خارجی حضور پیدا کنند و پاکستان با برانگیختن احساسات مذهبی مردم آنسو و اینسوی مرز را بسیج کرده و تنور جنگ را در کشور ما شعله‌ور نگه داشته است. روشی که همواره برای پاکستان پاسخ مثبت داده و با پیش گرفتن آن منافع و آرامش داخلی خود را حفظ کرده است. پس از داود خان هنگامی که ارتش سرخ شوروی وارد افغانستان شد، میان آمریکا و پاکستان اتحادیه بر علیه نیروهای شوروی در افغانستان شکل گرفت. پاکستان می دانست که اگر مدیریت جهاد علیه شوروی را با کمک آمریکا در افغانستان به دست بگیرد، دو پیروزی را به دست خواهد آورد. نخست اینکه عقده‌های پشتون‌های داخلی مرز را در افغانستان تخلیه می کند و دومی نیز نگهداری دیورند است. پاکستان اکنون نیز از حضور ناتو در افغانستان همان استفاده را می کند که از حضور روسیه در این کشور می کرد. اما حالا مسئله آب و اقتصاد افغانستان نیز بر آن افزوده شد که پاکستان را واداشته تا جنگ را در افغانستان زنده نگه دارد. آمریکا با اینکه در افغانستان حضور دارد، روی همین دلیل به پاکستان اجازه داده که از طالبان حمایت کند. در نخستین، آمریکا حضور خود در منطقه را با ناامنی‌های موجود می‌دید. مسئله‌ای که پاکستان را با آمریکا متحد می‌کند تا منافع خود را از رای ناامنی در افغانستان حفظ کند، که چرخه از منافع میان آمریکا، طالبان و پاکستان شکل گرفته بود و حالا با تغییرات قطب هژمونیک در جهان این چرخ به نحوی شکسته شده است و حتی پاکستان می خواهد که استراتژی خود در افغانستان تغییر دهد و جنگ را با صلح نیمه بند اما مهندسی شده جاگزین کند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید.